صبح روز دوشنبه روی زمین دوازده اینچ برف بود هوا گرم شد و صبح روز شنبه دو اینچ دیگر آب شد خب ما ده اینچ باقی خواهیم دو اینچ دیگر صبح روز چهارشنبه آب شده این پروسه تا آخر هفته دوام داشت تا اینکه هیچ برف باقی نماند آنها در اصل میگویند که ما دوازده اینچ روی زمین بر روز دوشنبه داشتیم که بعد از آن هر روز دو اینچ در حال کم شدن بود. خب بعد از سشن شنبه شما ده اینچ خواهید داشت و بعد از شما هشت اینچ خواهید داشت. و چیزی که آنها میگویند یک معادله بسازید و یک گراف که رابطه بین روزها و مقدار برف روی زمین را نشان دهد. پس بیایید یک متغیر تعیین کنیم که به ما میگوید و چه اندازه از دوشنبه فاصله داریم. پس بیایید روزهای نامعلوم مساوی بعد از دوشنبه را به حالش بگذاریم. و بعدا وای را مساوی به اینچ برفی که روی زمین می باشد در نظر بگیرید. خب، یک راه برای فکر کردن در این مورد این است که بله، وقتی x صفر است، وقتی ما روی دوشنبه هستیم ما دوازده اینچ برف روی زمین خواهیم داشت و بعد هر روز ما دو اینچ برف را از دست می دهیم. خب اگر روز سشن باشد ما دو اینچ ضرب یک خواهیم داشت. به خاطر که سشن یک روز است پس اگر اکس یک است به این معنی است که ما در روز سشن هستیم. اگر اکس دو است یعنی دو ضرب دو ما چهار اینچ را از دست داده ایم. به خاطر که قضیه روی سشن است. پس این معادله ما روی رابطه بین روزها و اندازه برف روی زمین می باشد. X روز است این که چه تعداد روزها بعد از دوشنبه می باشد و وای مقدار باقیمانده کمانده اینج برف روی زمین می باشد. ما به با دوازده شروع کردیم و بعد هر روز به اندازه دو اینچ از دست می دهیم. حالا بیایید این را گراف بسازیم. خب من محور عمودی رو میسازم محور وای که اینچ برف روی زمین را نشان می دهد. و مساویست با مساویست به اینچ برفی که روی زمین باقی مانده. و بعد محور افقی که محور اکس ما می باشد. اجازه دهید کمی به سمت پایین بروم. این تعداد روزها بعد از دوشنبه می باشد. و همچنان ما صفر روز بعد از دوشنبه داریم داریم یک دو سه چهار پنج و شش روز و بعد روز دوشنبه که دقیقا صفر است ما به روز دوشنبه دوازده اینچ برف روی زمین داریم پس آن را در اینجا انجام میدهم چون ما دوازده اینچ برف درست در اینجا روی زمین داریم و در حقیقت من می توانم یک جدول بسازم اجازه دهید این را رسم کنم پس اگر ما x و y را کار می گیریم این روزها بعد از دوشنبه می باشد پس اینجا سفر یک دو سه چهار پنج و شش می باشد و بعد در روز اول ما دوازده اینچ داریم بعد هر روز دو اینچ از دست می دهیم و روز اول ما ده داریم دو هشت شش چهار دو سفر پس بیایید این نقاط را نشانی کنیم ما از قبل سفر دوازده را به آن رنگابی نشانی کرده ایم حالا بیایید که یک ده را نشانی کنیم یک ده درست در آنجا می باشد درست در آنجا خواهد بود بعد از آن می توانیم دو هشت را نشانی کنیم خب دو روز بعد از دوشنبه ما هشت اینچ برف باقی مانده روی زمین خواهیم داشت. پس این روز چهارشنبه می باشد چون هشت اینچ است. و بعد سه روز بعد از دوشنبه ما شش اینچ برف روی زمین خواهیم داشت. شما می بینید که اینجا یک خط تشکیل می شود. و بعد اگر به چهار روز بعد از دوشنبه می رویم ما چهار اینچ برف بر روی زمین داریم. پس آن چهار است. و بعد پنج روز بعد از دوشنبه ما دو اینچ برف روی زمین داریم. و بعد بالاخره بر روز شش, شش بعد از دوشنبه و بر روز یک شنبه ما هیچ برف روی زمین نخواهیم داشت. و شما دیده میتوانید که این خط در اینجا تشکیل شده به خاطر که این یک رابطه خطی میباشد کج به نظر میرسد رسد به خاطر که من آن را درست رسم نکردم. مگر آن باز هم یک خط است پس ما تمام کار را کردیم، ما معادله را به وجود آوردیم، ما با دوازده اینجا آغاز کردیم، بعد از آن هر روز ما دو اینچ از دست دادیم و بعد یک گراف نشان دادیم که این رابطه را توضیح نمود.